آشنایی با پنجره لید این در نرم افزار پاور میل 2019. گفتیم که به منظور کنترل حرکت ابزار ماشین کاری در ابتدای مسیر از مسیرهای راهنما استفاده میشه که اونها رو لیدز این مینامیم. برای فعال کردن این قسمت شما میتونید با استفاده از سربرگ هوم در قسمت ستاپ تول پاس کانکشنز رو برای خودتون فعال کنید و در زبانه چهارم به لید اینز که همون مسیرهای راهنمای ورودی هستند میرسیم. در این قسمت میتونید انواع مسیرهای راهنمای موجود در هر یک از منوهای گشودنی رو که در قسمت فرست چویس و سکند چویس هستند رو بسته به نیاز خودتون انتخاب کنید و از اونها استفاده کنید. همچنین شما میتونید در صورت لزوم بعضی از اونها رو ویرایش هم بکنید. خب همیشه ما سعی بر این داریم که در صورت انتخاب مسیرهای راهنما از قسمت فرست چویس استفاده کنیم و یکی از این موارد رو انتخاب کنیم. اما اگر مورد دلخواه ما در این قسمت انتخاب نشد، شما میتونید به سراغ سکند چویس برین و از اونجا انتخاب خودتون رو انجام بدید. خب وقتی شما این زبانه گشودنی رو باز میکنید، میبینید که انواع مختلفی از چویس ها وجود دارن که در اینجا یک توضیح اجمالی از اونها رو خدمت شما ارائه میکنیم. گزینه اول نان هستش که در این حالت هیچ مسیر راهنمایی به مسیر اضافه نمیشه و ابزار ماشینکاری همون مسیر پیشفرضی رو که شما در قسمت تول پس ایجاد کردین رو طی خواهد کرد. اما مسیرهای دیگری در اینجا وجود داره، به عنوان مثال سورفیس نورمال آرک هست که در این حالت یک کمان مماسی بر مسیر ابزار ایجاد میشه. این کمان روی صفحه قرار میگیره که از راستای مماس بر مسیر ابزار و بردار نرمال سطح قطعه در نقطه تلاقی با ابتدای مسیر ابزار عبور میکنه. شما میتونید با رسم یک کمان مسیر اسموستری رو برای حرکت ابزارتون در این حالت ایجاد کنید تا ابزار به راحتی بتونه کمانهای مورد نظر شما رو ایجاد کنه. حالت ورتیکال آرک هستش که در این حالت یک کمان عمودی مماس بر مسیر ابزار ایجاد میشه. این کمان روی صفحه قرار میگیره که از راستای مماس بر مسیر ابزار و محور ابزار ماشینکاری در نقطه تلاقی با ابتدای مسیر ابزار میگذره. این حالت هم مشابه حالت قبل هستش که یک کمان مماس میشه. در حالت قبل کمان ما نرمال بود روی صفحه‌ای که می‌خواستیم، در این حالت کمان ما عمودی هستش. حالت بعدی ما هوریزنتال آرک هستش که در این حالت یک کمان افقی مماس بر مسیر ابزار ایجاد میشه. می‌بینید که در اکثر حالت‌هایی که ما تا اینجا نام بردیم، همه اونها برای ایجاد مسیر راهنما از کمان‌ها استفاده می‌کنند تا ابزار مورد نظر ما به آرامی وارد قطعه کار بشه. حالت‌های بعدی که داریم هوریزنتال آرک لفت و هوریزنتال آرک رایت هستش که اینها مشابه حالت هوریزنتال هستن، با این تفاوت که از سمت چپ و راست میتونن به ابزار مماس بشن. حالت بعدی که ما داریم اکستندد موف هستش. در این حالت یک مسیر مستقیم و مماس بر ابتدای مسیر ابزار ایجاد میشه. و حالت بعدی که داریم باکست هست. در این حالت یک مسیر افقی در راستای محور X در ابتدای مسیر ابزار ایجاد میشه. شما برای انتخاب هر یک از اینها باید قطع کار خودتون رو به درستی بازبینی کنید و جهتهای X و Y و Z اون رو بسنجید تا خدای نکرده به عنوان مثال زمانی که شما میخواین از باکس استفاده کنید، این قطعه در راستای X هیچ مشکلی رو به وجود نیاره. استرایت هستش که در این حالت یک مسیر مستقیم و بر اساس زاویه تعریف شده در ابتدای مسیر ابزار ایجاد میشه. توجه کنید که مسیر در حالت استرایت به صورت زاویه دار و در حالت باکس به صورت افقی بوده که این تفاوت و تمایز اصلی بین این دو نوع مسیر هستش. مسیر بعدی که ما داریم رمپ هستش که در این حالت یک مسیر شیبدار در ابتدای مسیر ابزار ایجاد میشه. انتخاب این حالت از نفوذ مستقیم ابزار ماشین کاری در قطعه کار که ممکن است باعث آسیب رسیدن به ابزار یا قطعه کار بشه جلوگیری میکنه. حالت بعدی ما پاکت سنتر هستش که شما با استفاده از این حالت برای
ماشین کاری شیارها یا سوراخ‌های کاربرد داره که در مرکز آنها قبلا سوراخی ایجاد شده، به این ترتیب که با انتخاب این حالت ابزار ماشین کاری ابتدا وارد سوراخ میشه و سپس به سمت کنارهای شیار اقدام به ماشین کاری میکنه. پاکت سنتر همونجور که از نام اون هستش برای ایجاد سوراخ هستش که کسانی با عملیات پاکت در نرم افزار سالیدورک کار کرده باشن راحت تر میتونن اون رو درک کنن. به این صورت هستش که وارد سوراخ میشه ابزاری که ما داریم و بعد به گشاد کردن اون سوراخ میکنه تا به حد مورد نیاز خودش برسه. خب شما هر یک از این موارد رو انتخاب کنید میبینید که پنجره پایین من یک سری از پارامترها رو میخواد که باید اون پارامترها رو بسته به نوع انتخابی که داشتم مشخص کنم تا بتونم مسیر ابزار خودم رو به درستی تعیین کنم. اما در قسمت‌های دیگری که شما در اینجا مشاهده می‌کنید، به عنوان مثال شما در پایین هر یک از بخش‌ها دو مربع رو مشاهده می‌کنید که مربع اول هست make delete out the same as delete in. با انتخاب این دکمه تمام تنظیمات اعمالی که در این قسمت داشتین رو میتونید به قسمت lead out رجوع بدید و در قسمت lead out نیز از اونها استفاده کنید و در قسمت مقابل اون هم برعکس این هستش، یعنی شما تمام تنظیماتی رو که در قسمت lead out داشتین رو میتونید وارد قسمت lead ins کنید و از اونها استفاده کنید. اما این قسمت از نرم افزار مربوط به چی هستش؟ separate first lead in. شما میتونید این بخش رو فعال کنید با فعال کردن این گزینه که اگر من اون رو فعالش کنم امکان اعمال مسیر راهنمای اختصاصی برای اولین مسیر ابزار فراهم میشه. به عنوان مثال در این شکل اگر من دو مسیر ابزار داشته باشم، اگر نیاز داشته باشم تا برای ابزار اولیه خودم که قرار به عنوان مثال این مسیر رو ماشین کاری کنه یک مسیر ابزار اختصاصی تری رو نیز در نظر بگیرم تا کار اونو با دقت بیشتری انجام بده. و قسمت بعدی که ما داریم lead in extension هست. گزینه‌های موجود در این منوی گشودنی برای امتداد دادن و افزایش طول مسیر راهنما استفاده میشن که گزینه‌هایی که در اینجا وجود داره شبیه به گزینه‌هایی هستش که در قسمت first choice و second choice هست و شما میتونید از اونها استفاده کنید. در اینجا مشابه حالت‌های قبل شما میتونید مسیر ابزار طولانی تری داشته باشید تا باربرداری و براده برداری شما با سرعت کمتری باشه و آسیب کمتری رو به قسمت‌های مختلف ابزار یا قطعه کار وارد کنه. در پایین نیز می‌بینید که 4 پارامتر وجود داره که می‌تونید اونها رو نیز برای خودتون رو حالت‌های خاص تنظیم کنید. اولین پارامتری که در اینجا دارید شما مربوط به overlap distance است که tool diameter unit هم به اون میگن. از آنجا که در مسیرهای بسته نقطه شروع و پایان مسیر ابزار مشترک هستند، لذا انتخاب این گزینه امکان همپوشانی مسیر راهنما با مسیر ابزار رو بر اساس نسبتی از قطر ابزار ماشین کاری مشخص میکنه که اصطلاحاً به اون TDU میگن که مخفف سه کلمه اول این کلمه داخل پرانتز هستش و حتی به اون جبران شعاع ابزار هم در دستگاه های CNC میگن. پارامتر بعدی که ما داریم allow start point to be moved هستش. انتخاب این حالت امکان تغییر خودکار موقعیت شروع مسیر ابزار در مسیرهای بسته رو با هدف از بین بردن احتمال درگیری و تداخل ابزار ماشین کاری با سطح قطعه کار فراهم میکنه. به عبارت دیگه نرم افزار موقعیت نقطه آغاز مسیر ابزار رو به نحوی محاسبه و تعیین میکنه که از عدم تداخل ابزار ماشین کاری با قطعه کار اطمینان داشته باشه تا مشکلی در عملیات ماشین کاری ما به وجود نیاد. پارامتر بعدی که ما داریم add leads to tool axis discontinuity است. در ماشین کاری 5 محور اگر در بخش از استراتژی ماشین کاری بین دو جزء مجاور از مسیر ابزارها تغییر زاویه ابزار ماشین کاری داشته باشیم برای اطمینان
از عدم برخورد ابزار ماشین کاری با سطح قطعه کار به هنگام تغییر زاویه در موقعیت مورد نظر. این گزینه رو میتونید انتخاب کنید تا ابزار ماشین کاری هنگام تغییر زاویه با ایجاد مسیر راهنمای ابزار از موقعیت خودشون خارج نشن و مشکلی به وجود نیاد، که این بحث درس ما نیستش و فقط میتونه برای دستگاه های 5 محور برای شما در نظر گرفته بشه، مانند دستگاه وایرکات که 5 محور هستش و شما میتونید این رو برای خودتون فعال کنید. قسمت بعدی که داریم انگولار ترشولد هست، که در اینجا حداقل مقدار تغییر زاویه محور برای ماشین های 5 محور رو میتونید مشخص کنید که در این قسمت تعیین میشه. بعد از اینکه شما تمام مشخصات خودتون رو در این جدول وارد کردید، میتونید با استفاده از اپلای لیدز این اینها رو برای خودتون اپلای کنید و بعد از اکسپت کردن اون تمام این تنظیمات برای شما ذخیره خواهند شد و میتونید از اونها استفاده کنید.